از سرگیری بازداشت مهاجران در پاکستان، پناهجویان بدون دلیل بازداشت و تحقیر می شوند. شهروندان کشور از افزایش بهای گاز مایه شکایت دارند. ویدیوی خشم سعیدی بالای منیر دالخور. به نام خداوند و بخشنده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر و یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. از سرگیری بازداشت مهاجران در پاکستان، پناهجویان بدون دلیل بازداشت و تحقیر می شوند. رنج آوارگی و مهاجرت هراس از بازداشت و تحقیر از سوی پلیس از دره های همیشگی پناهندگان افغانستان در کشورهای همسایه از جمله در پاکستان است. پناهندگان که بیش از 4 دهه از کولابار، مشقت ها و به خانم ها را بر دوش می کشتند و آنها شکنجه و حقارت ها را در پاکستان متحمل می شوند. مهاجران افغانستان در پاکستان هنوز با خطر بازداشت مواجهند و هزار گاه مورد از او اذیت پلیس و پاکستان آزار اذیت قرار می گیرد. پلیس پاکستان به تازگی روند بازداشت و بررسی شهروندان خارجی به ویژه پناهندگان افغان را از سر گرفته. پلیس این کشور در اسلام آباد تایید کرد که 15 شهروند افغانستان را بازداشت کرده، اما علت بازداشت این افراد را روشن نساخته است. با این حال شماره از پناهندگان که از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند مدعی‌اند که با پرداخت پول از بندره ها شده و پلیس با آنان رفتار توهین‌آمیز داشته است، یا برگشت طالبان به قدرت. هزاران شهروند افغانستان مجبور به ترک کشور شدند. در حال حاضر حدود 4 میلیون شهروند کشور به پاکستان پناه بردند که هزاران تن آنان در برنامه خروج کشورهای مقصود منتظر دریافت ویژه‌اند. و همچنان شهروندان کشور از افزایش بهای گاز و مایع شکایت دارند. 80 غزنی شماره از شهروندان کشور از افزایش 30% در بهای گاز و مایع شکایت دارند. شماره از باشندگان ولایت های کابل، غزنی، پروان و پکتیکا روز 15 در و در گفتگو با رودنامه 80 میگن که در یک هفته گذشته در بازارهای داخلی بهای گاز مایع 30% افزایش یافته است. باشندگان کابل و پروان و غزنی تایید کرده است که هم اکنون 1 کیلوگرم گاز مایع در بازارهای این ولایت به 80 افغانی به فروش می رسد، در حالی که یک هفته بیش از 65 افغانی بود. و در اخیر ویدیوی خشم سعیدی بالای منیر دالخور. با عرض سلام، احمد سعیدی درست قبل منیر اکرم نماینده مداخله گر حکومت پاکستان در سازمان ملل متحد لب به سخن گشود و به شرمانه قوم با عزت یعنی قوم پشتون را توهین و تحقیر کرد. او در سازمان ملل متحد گفت من زنان و دختران از درس و تعلیم این انانه و رسم و رواج و تاریخ پشتون ها هست. گرچه آقای نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد جرأت مندانه جواب آن را داد، ولی باید به منیر اکرم پاکستانی که به شرمانه صحبت کرده گفت آقای منیر اکرم، زمانی که زنان پشتون در افغانستان مانند ملاله مانند زرغونه انا در مقابل استعمار مبارزه میکردن، شما نوکر استعمار بودید. زمانی که زنان پشتون در افغانستان مجله انتشار میکردن و زمانی که مرحومه میرمن رخشانه و مرحومه خانم قمرگل آواز میخواندن، کشوری به نام پاکستان در نقشه دنیا وجود نداشت. حالا با باور من طالبان پشتون ها را در جهان چنان تحقیر و فرومایه معرفی کردند که عمران خان، پسر کرم خان و همین منیر اکرم به عزت این قوم را در استیج های جهانی بدون ضد زن و ضد تمدن معرفی می کنند. پشتون ها و به ویژه روشن فکران پشتون باید در برابر این توهینی تمام عیار تاریخ بایستند و بدانند که طالب بر علاوه این که ضد اقوام دیگر است، بلکه ضد فرهنگ، ضد کلتور، ضد عزت مردم افغانستان نیز است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.